بسم الله الرحمن الرحیم. با مضمون کیمیای عضوی در هفته پنجم و درس دوم در خدمت محصلین عزیز سمستر ششم قرار داریم. سمستر چهارم قرار داریم و عنوان درس ما سلسله الکائن های ما از سلسله لیفاتیک مرکبات زنجیری الکان ها خوندیم، الکین ها خوندیم و الکائن ها امروز خود شما انشاءالله تعالی شروع میکنم. در این درس ما دنبال چی چیزاییم؟ بعد از ختم درس شما باید طرز تشکیل طرز روابط در الکائن ها رو بدانیم، با کاربرد های آنها در مسائل روزمره آشنا شویم و اینکه از کدام منابع الکائن ها میآیند اونا درک کنیم. ست عنوان تعقیب میکنیم در درس خوب: سلسله الکائن ها، نامگذاری معمولی الکائن ها و نامگذاری آیوپک الکائن ها. خب سلسله الکائن ها، الکائن ها هایدروکاربن های غیر مشبوعی هستند که از مرکبات مربوطه مشبوعی آن 4 اتم هایدروژن کمتر دارند. خب الکائن ها مرکبات غیر مشبوعی هستند که مثلا این گفتی که گفته از مرکبات مشبوع خود 4 اتم هایدروژن کمتر دارن، به این معنا که ما اگر 2 اتم کربن داشته باشیم در الکائن ها 2 اتم هایدروژن هم داریم. اساس فرمول عمومی الکائن ها هستی نشبین منفی 2 و رابطه بین کربن و کربن رابطه اشتراکی سگانه است و اگر قیمت N2 بگذاریم اولین مرکب سلسله ای الکائن ها یعنی ایتاین یا اسیتالین به دست میایه و این خانواده رو میتونیم به نام خانواده اسیتالین هم یاد کنیم، چون اولین مرکبی که در سلسله وجود داره اسیتالین نام داره. خب ببینیم اینجا قیمت N2 قرار میدیم در فرمول عمومی یعنی CNH2 منفی 2، یعنی در این فرمول وقتی که ما قیمت 2 قرار بدیم برای این به دست میایه C2 به جای N اولی دو گذاشته میشه C2 H خود H دو ضرب در N، یعنی دو ضرب دو که قیمت گذاشتیم به این قسمت منفی دو هم که از خود فرموله. وقتی اینا رو ضرب و تخفیف منفی کنیم به دست میایه C2 دو تا به 4 تا 4 منفی دو دو و فرمول مولکولی ایتاین به دست میایه یا اسیتالین به دست میایه و فرمول مشرح از رو به این صورته که کاربون 2 اتم کاربون داره رو بین خود رابطه اشتراکی سگانه دارن و یک رابطه اشتراکی یگانه با هایدروژن دارن که مرکب ایتان یا اسیتلینه به دست میه. خب اینا 4 اتم از مرکب مشبوع و هایدروژن کمتر دارن، به اینجا داریم C2H2. اگر مرکب مشبوع از رو در نظر بگیره میشه CNH2، این فرمول عمومی الکان های پس میشه C2H2N. 2N ما 2 ضرب 2 2 دو تا میشه 4 تا مثبت 2 میشه 6. 6 اتم هایدروژن ایتان داره، اما اینجا ایتاین ما 2 اتم هایدروژن داره، بنابراین 4 اتم هایدروژن کمتر داره نسبت به مرکبات مشبوعی. خب در نامگذاری الکائن ها پسوند آن الکان ها به آین تبدیل میشه که در نتیجه نام الکائن مربوطه حاصل میشه. در این قسمت هم شما یک چارتی میبینید که بعضی از مرکبات این خانواده با فرمول مولکولی و نام آیوپک از اونا آورده شده، نام مرکب آورده شده. فرمول عمومی هست CnH2n منفی 2 که در او اگر ما پسفند آینه بدیم به دست میه این ما قیمت 2 داشته باشه میشه C2H2 و مرکب ما اسم میشه ایتاین. ایچ بیشتر نه، همون 10 پسفنده که می شما گفته بودم از بر کنیم در سلسله تمام مرکبات کاربرد داره. ایت، میت، میت، ایت، پرو، بیوت، پینت اینا بود. در ایت اگر الکان می بود این ای اضافه می کردیم می شد ایتان، اگر الکین می بود این ای اضافه می کردیم ایت می شد ایتین. و در اینجا چون از جمله خانواده الکائن های باید آین اضافه کنیم. ببینید در نام فارسی ازیم یا نام دری از هم دیده میشه که آخر از او آین داره، پس ما میتونیم در اسم انگلیسی از او هم آین اضافه کنیم. پس میگیم ایت ایتاین، اسم مرکب ما ایتاین، اسم فارسی از اون. در بعض مواقع اسیتلین هم میگن یا
پسوند یلین رو هم بره از اینا اضافه میکنم. مثلا ما اگر داشته باشیم n مساوی به 3، سی 3 h 4 به دست میه، یعنی میشه سی 3 سی ما 3 h 2 3 2 6 6 منفی 2 میشه 4. پروپ آین اضافه کنه میشه پروپاین، مرکب دوم سلسله الکاین ها به دست میه پروپاین. همچنین اینا اگر ما یلین برای از پسند یلین بدیم میشه پروپلین بیوتین پنتین الی آخر. و یا آین تنها اگر اضافه کنیم میشه بیوتاین پنتاین هگزاین هپتاین اوکتاین نوناین و دکاین. این سلسله مرکبات سلسله اسیدترینه که از روی فرمول عمومی از او فرمول مولکولی راحت ما میتونیم با قیمت گذاری اینها تعداد مختلفی رو به خود خود میگیرن در فرمول عمومی مرکبات از اونا به شکل مولکولی به دست میاریم. از نظر فعالیت کیمیایی الکاین ها فعال ترین سلسله الیفاتیک هست. ببینید الکاین یک مرکب خیلی کم فعالیه، یعنی فعالیت خیلی کمی داره، به خاطر همون به نام پارافین یا کمیل به تعامل میگفتیم. به طرف الکین کیمیایی هم فعالیت متوسطه، خانواده اولوفین تلسازها بودن. فعالیت اینا چون رابطه اشتراکی دوگانه داره الکین ها، یک نقطه فعال وجود داره در اینا که میتونه تعاملات بیشتری نسبت به الکان ها نشان بده. اما در الکاین که میاییم الکاین ها فعالیت اینا نسبت به دو تا دیگه از بعد در میخوام میرسه، یعنی بیشترین فعالیت کیمیایی الکاین ها داره. بنا بر داشتن رابطه اشتراکی سگانه در فرمول ساختمانی خود. خب ساختمان الکاین ها چگونه؟ اگر در ساختمان فرمول ساختمانی الکاین ها نظر بیاندازیم میبینیم که یک رابطه سگانه حتما در ساختمان از اینا موجوده. در تشکیل رابطه سگانه 6 الکترون سهم میگیره، یعنی هر رابطه اشتراکی یگانه از اشتراک گذاشتن یک جوره الکترون به وجود میاد، یعنی 2 الکترون. پس 6 الکترون که با هم یکجا بشن رابطه اشتراکی سگانه به وجود میاد. خب حالت هایبریدی کاربن هام به شکل اسپی هیبریدایزیشن شده و هر یک رابطه سگما را با زاویه 180 درجه سانتیگراد میسازند. پس در الکاین ها زاویه ولانسی 180 درجه سانتیگراد از این زاویه تا دید داده نگاه کنیم 180 درجه سانتیگراد و مولکول های خطی میتونیم در اینا داشته باشیم. دو اوربیتال پی غیر هایبریدی شده و هر یک از اتم های کاربن به زاویه 90 درجه بالای دیگر قرار می گیرند و با اوربیتال مدی اتم کاربن دومی موازی قرار دارند و هر جفت از این اوربیتال ها به هم تداخل جانبی نمیده و دو رابطه پای را تشکیل میدن. پس رابطه سگانه متشکل از یک رابطه سگما و دو رابطه پای. رابطه اشتراکی سگانه که بین داریم از تداخل اوربیتال ها وجود میه. اگر تداخل اوربیتال ها به شکل عمود بر هم باشه رابطه سگما و اگر به شکل جانبی باشه رابطه پای به دست میاریم که ما به این قسمت توضیح داده شد. پس رابطه اشتراکی سگانه از یک سگما و دو رابطه پای تشکیل شده. زاویه ولانسی این هم 180 درجه سانتیگراد 180 درجه. خب الکاین ها اگر ایزومری در اینو بررسی کنیم، ایزومیری در الکان ها با جا به جایی تعویض ها در زنجیر طویل از اونها اتفاق می افتد. در الکین ها هم به همین صورت با جا به جایی تعویض ها یا رادیکال هایی که به شکل شاخه در فرمول ساختمانی وجود داشت می تونستیم ایزومیری رو به وجود بیاریم و همچنین ایزومیر های فضایی هم در اینا داریم که اونا بحث نکردیم. و در همچنین در الکین ها که درس از مرکبات غیر مشبوه با رابطه اشتراکی دوگانه بود، ما ایزومیری ساختمانی را هم داشتیم که با تغییر رابطه اشتراکی دوگانه در زنجیر میتونیم ایزومیرها از اینا به وجود بیاریم، هرچه به نام ایزومیرهای ساختمانی یاد میشه. اگر
در الکاین ها ایزومیر ها میتونیم با تغییر رابطه اشتراکی سگانه ایزومیر های متفاوت از او به دست بیاریم. به اینجا ببینیم یک مثال به این آورده شده، ما داریم که یک کاربون، دو کاربون، سه کاربون، چهار کاربون، چهار کاربون فرمول مالکولی میشه سی چهار، دو چهار تا به هشت، هشت منفی دو، شیش، شیش دلیل هایدروژن باید داشته باشه، سه، سه و دو، پنج، یک همینجا داریم شیش. فرمول ساختمانی از رابطه اشتراکی سگانه به اول وجود داره، اسم مرکب میشه یک بیوتاین. و اگر رابطه اشتراکی سگانه ما از این قسمت بردارم بیارم به کاربون دو کاربون وسطی قرار بدم، اسم مرکب میشه دو بیوتاین. این دو تا مرکب های یکسانی نیستن، هرچند فرمول مالکولی اینا یکسان اما فرمول مشابه اینا با هم متفاوته، پس اینا ایزومیرهای همدیگرن، بعد نظر خواص فیزیکی و کیمیایی با هم دیگه متفاوتن. به اینجا ایزومیرهای سیز و ترانز ای الکاین ها ندارن، سیز و ترانز سیز به شکل کشتی مانند بود طوری که من در تمرین ها توجیهات از دادم و ترانز به شکل چوکی مانند بود که قبلا بحث شد، اما سلسله الکاین ها ایزومیرهای سیز و ترانز ندارن. خب بحث دیگه ای که در الکاین ها امروز خود شما بررسی میکنیم نامگذاری از این هایی. نامگذاری الکاین ها به دو روش صورت میگیره، نامگذاری معمولی و نامگذاری آیوپک. در نامگذاری معمولی ما از دو روش میتونیم در نامگذاری معمولی استفاده کنیم. روش اول ای که از اونا رو از مشتق اسیتلین بیایم نامگذاری کنیم، یا در نامگذاری اشتراکی یا رشنل که میگن، رشنل یعنی معمولی، اینا به اسم مشتق اسیتلین ما در نظر میگیریم. تا رو مثال این مرکبات رو ببینیم، در مرکب اول این مرکب ما بیوتاینه، این مرکب ما بیوتاینه. مثال از یا قبلا خود شما به شکل آیوپک در سلاید قبلی در بحث ایزومیری توضیح داریم، اما به اینجا اگر ما خواسته باشیم ایزومیری از این نامگذاری معمولی کنیم، این فرمول ساختمانی به این صورت نامگذاری میکنیم که این دو کاربون اول ساختمان مثل ساختمان اسیتلین داره جدا در نظر میگیریم، باقی مانده از این جدا در نظر میگیریم، باقی مانده میشه CH2 رابطه CH3 یعنی ایتایل، ایتایل پس قسمت هم اسیتلینه، پس به این صورت نامگذاری میکنیم، اول مشتق اسیتلین نام میبریم، بعد خود اسیتلینه، مشتق اسیتلین از CDH5 یعنی ایتایل، اسیتلین هم خود اسیتلین میشه ایتایل اسیتلین. و به اینجا این مرکب دومی ما بازم چهار کاربون داریم و شیش هایدروژن، اما رابطه اشتراکی سگانه که بیانگر هم خود اسیتلین باشه به وسط قرار داره، دو مشتق داره به اینجا که هر کدوم اینا CH3 هم CH3 به نام چی یاد میکنیم؟ میتایل، رادیکال میتایل بود. خب چند تا میتایل داریم؟ دو تا میتایل داریم در تشکیل این مرکب. خب هر دو تا پس میتونیم با هم دیگه یک جا نام ببریم، میگیم دای میتایل، وسط از جا هم که اسیتلینه پس میشه دای میتایل اسیتلین، به این صورت اینا به نام مشتق اسیتلین یاد میکنیم. که به یه قسمت دیگه هم قسمت پایین تر چند تا مثال دیگه هم آورده شده که در مورد این مثال هم اگه صحبت کنیم میشه که نامگذاری از این رو به اسم مشتق اسیتلین به این صورت نامگذاری کنیم که این دو کاربون رو کاربونی که رابطیش دو یکی سگانه داره دو کاربون به شکل اسیتلین در نظر میگیریم، باقی مانده از این رو مشتقای اسیتلین. خب به یه قسمت طرف چپ ما CH3 یعنی میتایله، طرف راست ما میشه C3H7 که پروپایله. خب به اینجا دو تا تعویض مختلف داریم، در صورتی که دو تعویض مختلف داشته باشیم اول او تعویض نام میبریم که کمتره، وزن مالیکولی کمتری داره، و اینجا میتایل کمتر از پروپایل وزن مالیکولی داره، اول اسم از این میگیم، میگیم میتایل، بعد تعویض بعدی داریم پروپایل، اشتباه این جیتایل آورده پروپایل، و در از اسیتلین رو هم نام میبریم میتایل پروپایل اسیتلین، نام معمولی از این میشه که به اسم مشتق اسیتلین نامگذاری کردیم. و همچنین این مرکب ما اگر
مشاهده کنیم میبینیم که اسیتیلین مرکب خود رابطه اشتراکی سگانه در این قسمت قرار داره، این طرف چپ پذیر بهش مشتق به نظر میگیریم، راست هم بهش مشتق به نظر میگیریم. طرف چپ ما سی میتایله، طرف راست ما پروفایله، منتها این دفعه به شکل شاخدار، شکل شاخدار که باشه در نامگذاری های معمولی از کلمه ایزو گفتیم در برازو استفاده میکنیم. و اینجا دو مشتق ما مختلفه، میتایل کمتر از وزن مولکولی کمتر نسبت به ایزو پروفایل داره. اول پس این نام میبریم، میگه میتایل ایزو پروفایل اسیتیلین. و همچنین اگر در تعویض ما مرکب دیگه مثل رابطه اشتراکی با داشتن رابطه اشتراکی سگانه داشته باشیم، بودم به همون صورت نام میبریم، به این صورت که این قسمت اسیتیلین میشه و این قسمت وینایل میشه. اگر از ایتیلین یا اگر اتم هیدروژن کم کنیم یا رابطه اشتراکی آزاد بر از به وجود میه، به اون به نام وینایل میگن. وینایل اسیتیلین اسم این مرکب ما میشه و که به روش معمولی نامگذاری کردیم. در روش معمولی همچنین کلمات ایزو هم میتونیم استفاده کنیم، بعضی اوقات نیو هم میتونیم استفاده کنیم، بیس مشتق اسیتیلین هم میتونیم اینا رو نامگذاری کنیم. پس به این صورت نامگذاری معمولی رو خود شما مطالعه کردیم. در نامگذاری آیوپک ما تمام پرینسیپ هایی که قبلا خوندیم اونا رو مراعات میکنیم، اما به الکاین ها رابطه اشتراکی سگانه اساس قرار میدیم در شماره گذاری. از طرف شماره گذاری میکنیم که رابطه اشتراکی سگانه نزدیک باشه و تعویض ها دیگه کار نداره. در مثال این مرکب پایینی در نظر بگیریم، چه رقم نامگذاری میکنیم؟ زنجیر طویل ابیات شما باشه، اولین کاری که میکردیم در نامگذاری آیوپک زنجیر طویل انتخاب میکردیم. ما زنجیر طویل انتخاب کنیم، 1 2 3 4 دوباره انتخاب میکنیم، 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. خب زنجیر طویل ما به این صورت هم که بریم 5 میشه، به این صورت هم که بریم مستقیم هم بریم 5 میشه. پس ما همون نرمال از اون در نظر میگیریم، شماره گذاری میکنیم. خب انال شماره گذاری از این طرف میشه یا از این بر؟ از این بر به شاخه نزدیکه، اما از این بر به رابطه اشتراکی سگانه نزدیکه. و در نامگذاری های پکل کوین ها ما گفتیم اساس نامگذاری شماره گذاری ما در کاربن ها رابطه اشتراکی سگانه، پس از این بر شماره گذاری میکنیم. خب 1 2 3 4 5 5 تا کاربن داریم و بعد از اون نام تعویض ها رو میشماریم و تعویض ها رو میگیم و در آخر اسم الکاین نامگذاری میکنیم که به این چه میشه 1 2 3 به کاربن سوم یک میتایل داریم، به کاربن چهارم بازم یک میتایل داریم، چون هر دو تا با هم مشابهه میتونیم به یک جا نام ببریم. اسم کاربن سوم تعویض داره، چهارم هم تعویض داره، هر دو تا تعویض میتایل میشه دای میتایل. و در آخر موقعیت رابطه اشتراکی سگانه ذکر میکنیم که کاربن چندمه، کاربن اوله، شماره می نویسیم و 5 میشه پنت و در الکاین ها آین اضافه میکنه میشه پنتاین. پس اسم مرکب میشه 3 4 دای میتال 1 پنتاین. خب در شای پک مثال بعدی کار میکنیم که چه در امینا نامگذاری میشن. مثال بعدی اینه که مرکب ما 4 اتم کاربن داره و یک تعویض داره، رابطه اشتراکی سگانه هم در کاربن اوله، شماره گذاری میکنیم 1 2 3 4 و بعد از او اسم تعویض خورد میبریم، شماره تعویض در کاربن سوم تعویض داریم، اسم میتایل نوشته میکنیم، رابطه اشتراکی سگانه در کاربن اوله 1 نوشته کردیم، زنجیر تعویض ما 4 عدده، 4 میشد بیوت و آین اضافه میکنه میشه بیوت آین. مثال بعدی داریم. در این مثال هم ببینیم بعضی وقتا این مثال رو دوباره آوردم به این علت که ما می چیزی بگم بر شما که در دو درس قبلی سلسله های الکان ها الکین ها بر شما گفتم. بعضی وقتا بر شما فرمول ساختمانی رو میدن میگن نام ما آیوپک از اون بنویس، بعضی وقتا هم اسم آیوپک از اون میدن میگن فرمول ساختمانی از اون بنویسین. برای نوشتن فرمول ساختمانی کار ساده‌ای که میکنیم اینه که اولین در فرمول ساختمانی اولین کاری که میکنیم اینه که از آخر میاییم به اول.
میبینید نوشته بیوتاین. بیوتاین یعنی 4 اتم کربن داره، 4 اتم کربن وصل میکنه. بعضی نوشته دو بیوتاین، موقعیت رابطه اشتراکی سگان چند کجای کربن دوم. خب میایم کربن اول نه، کربن دوم رابطه اشتراکی سگان خود تاسیس میکنیم. بعد از تو تعداد اتم های هیدروژنی که هست، نظر به تعداد رابطه های اشتراکی که کربن ها برقرار میکنه، بعضی اونها وصل میکنه فرمول مولکولی، فرمول ساختمانی به دست میاد که بر اساس اسم آیوپک ما تونستیم فرمول ساختمانی از اون رسم کنیم. خب به این قسمت هم اگه خواسته باشیم بازم از اون فرمول اسم فرمول ساختمانی ما توضیح بدیم به اون صورت میشه. بازم از آخر میاییم، اول میگیم بیوتاین 4 تا کاربون رسم میکنیم، 1, 2, 3, 4. خب بعد از اون نوشته یک بیوتاین، یعنی رابطه اشتراکی در کاربون اول قرار داره. بعد اسم تعویض نوشته سه میتایل، کاربون سوم یک میتایل میدیم. باقی مانده هیدروژن هایی که در بیوتاین موجوده و تعداد رابطه که کاربون میتونه برقرار کنه با هیدروژن در از اون تکمیل میکنیم. و همچنین در این مرکبی که در مثال قبلی هم گفتیم، این هم به اون صورت میتونیم از اون فرمول آیوپک، فرمول ساختمانی از اون نام آیوپک از اون فرمول ساختمانی از اون رسم کنیم، طوری که داخل میاییم به اول بگیم پنتاین 5 اتم کاربون زنجیر مستقیم خود رسم میکنیم. یک پنتاینه، پس کاربون اشتراکیش رو که سگانه در کاربون اول قرار داره. و بعد از اون تعویضار میبینیم کاربون سوم تعویض داره، سه نوشته شدن، اینجا یک تعویض میگذاریم. کاربون چهارم تعویض داره، بازم تعویض میگذاریم، چون عدیت میتایل یک بالا یک پایین، دای میتایل یک پنتایل. به این صورت ما میتونیم از رو نام آیوپک فرمول ساختمانی بنویسیم، و یا از رو فرمول ساختمانی بیاییم نام مرکب بنویسیم. با هم دیگه زیاد تفاوت نداره. برای جلسه تعمیر اندازه بسته. انشاءالله مباحث بعدی در جلسات بعدی میخوانیم و خلاصه درس در این قسمت توضیح داده شده مطالعه کنیم. و در آخر سوالاتی داریم در رابطه درس که امروز که خواندیم سوالات کار کنیم، و امید که از درس امروز مطالب مفیدی به خود خود یادداشت کرده باشین. روز خوبی داشته باشین. اوقات به کام. خدا یار و نگهدارتون.